خب دوستان عزیز، با ادامه دوره کاربردی برنامه‌نویسی پایتون در خدمت شما دوستان هستیم. در این سری ویدیوهایی که دارم بهتون آموزش میدم، دارم تنظیمات اولیه پروژه جنگو رو در محیط پایتون براتون آموزش میدم. تو ویدیوهای قبلی اومدیم جنگو رو ایجاد کردیم، پروژه جنگو رو گیتاب پوش کردیم، تنظیمات اولیه جنگو رو انجام دادیم، دیتابیس پستگرس رو بهش وصل کردیم، پستگرس رو آوردیم در پایتون بهش وصل کردیم، پاسش کردیم، بعد اومدیم سیکا ادیتور اینا رو نصب کردیم، مایگریشن ها رو انجام دادیم، وارد محیط ادمین پنل شدیم و اینا. تو این ویدیو میخوام بریم روی بحث چه ایجاد اینکه چطوری بریم ماژورهای خودمون رو در پروژه ایجاد کنیم و مایگریت کنیم که ماژورها رو پروژه ما ایجاد بشه. خب ببینید، اگر دقت کنیم، ما یه اونجا گزینه داریم که تازه ایجاد کردم به نام چی اوردر اپ و یه فایلی داره به نام ماژور .py. وارد ماژور .py میشم، اینا رو من میزنم که کوچیک بشه که شما دوستانو اذیت نکنه. خب یه میده اینجا کار داریم. خب میگه اینجا شروع کنید ماژور خودتون چکار کنید، اد کنید. خب من اولی ماژور که میخوام به پروژه خودم ایجاد کنم، ماژور چیه؟ کاستومر. میگم کلاس کاستومر، کلاس کاستومر. خب میگم از چی بیس ببره؟ خب بدونید دیگه، اگر بخواید بیس ببره باید بگید از مدل دات چی؟ مدل اس ببره. قانون اینه دیگه، اگه بخوایم یه بیایم توی ماژور هامون در حقیقت این انتیتی هامون رو ایجاد کنیم، ما کلاس هامون رو ایجاد کنیم، میگم میسیم کلاس کاستومه از مدل اسم نحوه اس بره. خب تو پایتون بدون توضیح دادن به این شکل هستش. خب بیاره داریم، ما یه یوزر داریم. من نمیخوام خودم دونه دونه یوزر بسازم، میخوام چیکار کنم؟ از یوزرهای خود جنگو استفاده کنم. دوباره نمیخوام چرخ خود رو باید اختراع کنم، اونجا هست دیگه، ازش استفاده میکنم. مثلا مودز داد یه ارتباط وان تو وان، این خوشو باید بزرگ بید. ارتباطات وان تو وان، وان تو منی، منی تو منی رو در بحثای دیتابیس و در جلسات پستگرس که کاملا بهتون توضیح دادم. یه ارتباط وان تو وان فیلد میخوام ایجاد کنم. خب میگه وان تو وان فیلد رو بخوای با چی ایجاد کنی؟ میگم با کلاس چی ایجاد کنم؟ یوزر ایجاد کنم و آن دیلیتش رو بزنم چی؟ مودز دات کس اسکیپ. ببینید، خب من یوزر رو نشناخت، در اینکه یوزر رو نشناخته اینه که من هنوز یوزر رو ایمپورت نکردم. موشی آت انتر کنید، میگه میخوای اینو از کانتریب آتنتیکیشن مودز دات یوزر خود جنگو ایمپورت کنم. میگم بله، اینو میزنم و خودش میگه این ایمپورت رو برامون انجام میده. حالا من یه کاستومر ساختم که داره در حقیقت وصله به صورت وان تو وان، به صورت یه فیلد وان تو وان وصله به یوزرهای خود جنگو. نکته بعدی اینه که خب اگر این یوزر رو ساختیم، خب این سری اطلاعات نام و نام خانوادگی و اینا توی یوزر پروفایل در یوزر خود جنگو چی هستش وجود داره. خب من بیام میخوام تو شبیه یه مقدار هم آموزش‌های آقای بابازاده باشه، یه آواتار بذاریم. آواتار همون عکسایی که روی پروژه زده میشه. می‌نویسم آواتار، میگم آواتار مودز دات، میخوام فایل براش آپلود کنم، می‌نویسم فایل فید. خب میگه این فایل فید رو کجا آپلود کنم؟ میگم آقا این فایل رو که من آپلود کردم آپلود کن توی پوشه فایلز به نام چیه؟ یه پوشه بساز به نام فایلز، بریز توش یوزر اندرلاین آواتار و اجازه هستش که این چیه بود؟ توی مسیر فایلز آواتار. خب بعد میگه که اجازه از این خالی باشه، ناز باشه. میگم نه، اجازه نده، حتما باید یه آواتار بهش آپلود بشه. مثل بذارید آتور باشه، میتونه برنگ باشه. میگم نه، برنگ افاشو بزرگ بزنیم فارس. خب این هم از یه آواتار، یه اکسم بهش چیکار کردم؟ اضافه کردم.
بعد نکته بعدی میگه که دیسکریپشن داشته باشه، توضیحات هم بهش چیه؟ دیسکریپشن، دیسکریپشن اگه این باشه درست نوشته باشم، دیسکریپشن میگم اینم از نوع مود است، چی باشه؟ چه فید باشه؟ خب تعداد کاراکتر توضیحاتش هم باشه، مکس رنکس رو میدم 512 و نارش چی باشه؟ فاس باشه و برنکش هم چی باشه؟ خواهی ردش نکن و حتما چیه؟ بهش اطلاعات رو وارد کن. خب مدل کاستومر چیکار کردم؟ ایجاد کردم. یه نکته هم بهتون بگم، حتما یادتون باشه چون از این الان توی جنگ میخوام بعدش اینو ریجستر میکنم به ادمین پنل جنگو، حتما ماجیک فانکشن ماجیک استیارش رو چیکار کنید؟ مقدار دیگه کنید که اونجا ننویسه ابجکت 1 ابجکت 2 ابجکت 3. الان عادت کنید حتما هر مدلی رو که ایجاد میکنید این استیار ماجیکش هم چیکار کنید؟ تنظیم کنید، می‌نویسیم ریتن چیکار کن؟ میگم سیف، این سیف خودمون دات یوزر دات فریس نیمش رو بیار. خب میگه فریس نیم، ببینید خود الان جنگ رو بریم روش نگاه کنه هندتون رو بدم، اون یه نام نام خانوادگی داره میگه از اون استفاده میکنه از مال خود یوزر و سیف دات یوزر دات لاست نیم. خب کنترل آلترش هم بزنم. ببین یه دونه کلاس کاستومر ساختم درسته که یه دونه یوزر فرست نیم و لاست نیم. من با این پروژه رو اجرا کنم میخوام اینو نشون بدم این کجاست، این فرست نیم لاست نیم از کجا آوردم. اگر شما وارد محیط جنگو بشید برید تو قسمت ادمینش، برید تو قسمت کاربرها برید نگاه کنید، این کاربر ادمین رو میبینید اینجا یه نام داره، مثلا بنویسم جواد جهانگیری و اینم ایمیل. اینو سیو کنم، من اونو زدم که در این نشون میده چون ارتباط هم یه ریلیشنی که الان ایجاد کردم اینطوری شده در حقیقت. خب من الان ام اس پینت به صورت ارتباط الان این یوزر من، خب ببین من اومدم در حقیقت ببینید الان من دارم این جدول میخوام بزنم، یه جدول داریم به نام کاستومر خب و یه جدول الان ایجاد میکنم به نام چی؟ سفارشات به کار خودمون order app. یه دونه هم جدول داریم به نام چی؟ همون جداولی که همیشه من در آموزش ها برای سادگی کار چیه استفاده میکنم product. این جدول کاستومر ما یه ارتباط یک به چند با جدول order app و اینم اینجا یه دونه یک داریم، یه دونه چی داریم؟ چنده. یه دونه ارتباط یک به چند با order app داریم. تو همه آموزش ها من اکثر این آموزش، حتی تو آموزش ویدیوهای قبلی تو پست گرس هم همین دیتابیس رو ساخته بودیم. اما اینجا من چرا؟ ببین ما خب جنگ و خودش یه سری در حقیقت جداول authentication و authorization و اینجا چند تا رو داره. من دیگه نخواستم خودم بشینم اینا authentication و authorization خودم بنویسم. وقتی جنگ و خودش داره لازمه چرخ رو دوباره اختراع کرد. من میام خودم رو وصل میکنم به اینو، کاستومر رو به صورت یه ارتباط وان تو وان وصل کردم به جدول یوزر خود چی؟ جنگو. یه باید از اون استفاده کنه. این یوزر نیم و پسوردی که الان اینجا گفتم برای شما دوستان بیاره نشون بده همینه. این هست. خب نمیخوام زیاد پیچیدش کنم. نکته بعدی، کلاس بعدی که ما داریم کلاس چی هستش؟ پروداکتمون هستش. می‌نویسم کلاس پروداکت، اگر درست نوشته باشم امراشو، که میگم از مدل استات مدل خود جنگو چکار کن، اسپری کن. اول کاری که باید انجام بدیم اینه. خب من آیدی ما آیدی نمیدم چون خودش ایجاد میکنه ذاتاً. من ننویسم، یه خودش آیدی بهش میده، می‌نویسم تایتل یا به گوی خودم عنوان همون کارامون. چرا اینا این شکلی دارم می نویسم؟ خودم عمدن دارم شبیه به آموزش آقای بابازاده می نویسم که شما فقط بعدا آموزش بابازاده رو دیدید بتونید با این اون ارتباط معنایی نارو چکار کنید برگرار کنید. می نویسم models dot
چرفید. خب مکس ریکسش چند باشه؟ میگه ما از 50 کارته بسه. بعد نار باشه، نه اثبات حتما داشته باشه، فارس و برنگ هم نباشه که بعد. خب میدونید دیگه تو بحث دیتابیسی بهتون توضیح دادم نار با برنگ خیلی تفاوت داره. اگر کسی مشکلی داره تو این قسمت به آموزش های گبریمون رو یه بار نگاه. خب هر محصول یه کاور هم عکس کاور هم باید داشته باشه دیگه. دقیقا از اونجایی که بنده تمبر تشریف دارم همینو از اینجا میارم، هیچ فرق از اول نمی نویسم. خب میگم این دفعه آپلود فایلمون رو کجا بذارم؟ میگم توی فایل، توی پروداکت به گروه خودمون. اینم کاور بریز برای هر مشتری، نار باش و برک باش و اینا. خب یه سری قسمت های وریدیتور اینا هم میتونید بهش اضافه کنید که من چون نمیخوام زیاد الان پیچیده کنم همینو، فقط هدفم رو اندازی اولیش دیگه نار نمیگم. آموزش های خدای بابازاده زحمتش رو براتون کامل توی کشیده و بسیار رایگان توی اینترنت منتشر کرده و واقعا از اساتید باسواد پایتون کشور هست. خب اینجا هم میگم آچو رو برام برگردون. اگر گفت خب ببین الان مثلا آندرگان آندر استیار آندرگان میدونی توابع مجیک پایتونه، هر کسی نه مشکلی داره خب بره توابع مجیک و اسپری رو توی پایتون یه بار نگاه بندازی، اینا براش مرکز میشه. خب من میبینید جد کلاس کاستومر ایجاد کردم، کلاس پروداکت رو ایجاد کردم، الان میام کلاس چی رو ایجاد کنم؟ اینا رو به هم ارتباط بدم. اوردر اپ رو ایجاد میکنم، مینویسم اینم از مدل دات مودلز پایتون جنگ و اسپری داشته باشه. خب چیا باید داشته باشه؟ خب این خود اورده فقط یه دونه، ببینید الان اگر بخوایم اینو بنویسیم این یه دونه باید، خب مشتری باید داشته باشه. خب اسمشو بذاریم هرچی، مثلا کاستومر، یه کاستومری باید داشته باشه که بذارم مثلا اگر شما درکش براتون راحت تر باشین کاستومر ننویسم. خریدار بنویسم به نظرم بهتر معناشون. خریدار یه مدل وان تو وان داره، یه مدل ارتباط وان تو وان داره. بذارم کاستومر بنویسم که اذیت نکنه. مشتری دیگه بگیم یه مشتری کاستومر داره به صورت وان تو وان فید، ارتباط داره با کدوم؟ میگیم با این کلاس کاستومرمون ارتباط داره. و نکته بعدیش اینه که به صورت چی هستش؟ وان دید. یه نکته اینجا یادم افتاد بهتون، اگر من ببین من دقت کن، اول اومدم کاستومر رو تعریف کردم بعد پروداکت، اگر یه دفعه میخواستید اول اوردر اپ رو تعریف کنید بعد این دوتا کلاس رو تعریف کنید، چون کد از بالا به پایین داره کامپایل میشه. خب اگر اول می‌خواستید به این شکل کاستومر اول تعریف نمی‌کردید و پرود اول می‌خواستید اوردر رو تعریف بکنید بعد برید اینا رو تعریف کنید، یادتون باشه اون وقت حتما اینجا کاستومر رو تعریف کنید، اینو یه دونه به این شکل باید می‌نوشتید چون نمی‌شناخت، یادتون باشه. خب به این شکل می‌نویسم. من هم بخاطر اینکه همین اشتباه می‌نن نمی‌شه منو می‌ذارم که شاید یه بار این بالا پایین تعریفش کردید براتون مشکل پیش نیاد، اما الان لازم نبود. خب بعد میگه آقا مود کسکید یعنی چی؟ یعنی اگر از اونجا هست شد اینجا هم باید چی بشه؟ هست بشه دیگه. این از این. خب یه کاستومر داریم، یه دونه چی داریم؟ پروداکت داره، این جدفر پروداکت داره که این هم میگه مود. خب این دیگه وان تو وان نیست، بخشی نه اصلا اینم کاستومر هم وان تو وان نبود که، کاستومر هم با چیز به صورت در حقیقت یه فارینکی محسوب میشه. من اینو توی بر مینوشتم اشتباه نمیشتم، با یه فارینکی هستش روی جدول چی نگاه کنید، میگم این کاستومر یه کلید خارجی هستش به جدول چی کاستومر ما، اینجا هم این پروداکت ما یه فارینکی هستش. خب کلید خارجی است، نه جلسه قبل توی پوستکست کنم به توضیح دادم به جدول چیه ما، مثلا اینم بذار پروداکت. خب گفتم اگر
اینطوری هم برسید درسته، اما اگه بالا پای می نوشید حتما با اینو می زاشتید. و هم دیلیت کستینگش هم باید چی باشه؟ کسکید آبشاری باشن. مودلز دات کسکید باشه. خب این هم هست. ببینید اومدم گفتم سفارشات ما خودش خب یه آیدی ایجاد میکنه، یه کاستومر داره، یه پروداکت داره، بعد کاستومر داره، پروداکت داره، چه دیگه که میشه گذاشت بهش؟ بذارید یه ساعت تاریخ هم بهش بدم، فعلا نمیخوام پیچیدش کنم. یه کریت ات بزنیم که کی این خرید انجام شده. میگم از نوع مودلز دات دیت تایم فیلد باشه و مقدار دیفالتش، مقدار دیفالتش هم برابر چی باشه؟ می چقدر جنگ و ساده است؟ دیت تایم دات ناو باشه. خب چه دیت تایم رو نشناه ایمپورتش نکردم، بیا اینتر کنم. دیت، خب دیت تایم دیت، خب این هم چکار کردم؟ ایمپورتش کردم. خب قیلی هم توضیحات بنویسیم براش دیگه. اینجا مثلا بدم توضیحات، کان مثلا دیسکریپشن خرید داشته باشیم، میتونه برش دیسکریپشن بزنه که میخوام از چی استفاده کنم؟ از این ریچ. خب ببینید اگر من میخوام از این ریچ تکست چی استفاده کنم، همون که سیکای ادیتور که استفاده کرده بودم، از اون میخوام اینجا چیکار کنم استفاده کنم. نکتهش اینه که من سیکای ادیتور فعلا ایمپورت نکردم. اولش باید بیام این سیکای ادیتور رو برای پروژه چیکار کنم ایمپورت کنم. میام بالا میگم فرام، از کجا؟ از سیکای ادیتور. نگاه کنید ایش رو داد از فیرداش، فیرداش ایمپورت کن چی رو؟ ریچ تکست فیردش رو. ببین الان که ایمپورت کردم میتونم اینجا بگم آقا بخواه همین ویدیوی قبلی من اینو نصب کردم، این تمبرم اینو کپی کنم از اینجا، بیام آقا میگم دیسکریپشنم از نوع چی باشه؟ از نوع این ریچ تکست باشه. خب و گزینه های بعدی فیلن کافیه. خب یه دونم چی بنویسیم براش؟ گفتم استیار مجیک شد، من باید بنویسیم دف اندرلاین اندرلاین استیار. میگم آقا اینجا چی رو تو بگردم؟ مثلا صرف اگر داد. خب اینجا یه مشکل برمیخوریم. کاستوم رو نوشتیم، پروداکت رو نوشتیم، کریتر رو نوشتیم، دسکریپشن رو نوشتیم. یه دونه هم میخواید یه چیزی بزنیم روش، تایتل که از میخوام استفاده کنم. تایتل بنویسم اینم مودلز دات چرفیده چی باشه؟ اینم مکس رنگسش 50 تا باشه، نارش فاس خرید مثلا فیلم فاس باشه و برنکش هم چی باشه؟ اینم فارس باشه. خب این ویدیو طولانی شد یه مقدار. خب ببینید اینجا هم بگم صرف داد ریترن کن برامون، صرف داد تایپ. خب بکنم کافیه دیگه. بگم مجرور هامون هم چیکار کردم؟ مجرور ها رو توی پروژه چیکار کردم؟ ایجاد کردم. بذارید یه بار تست کنم که ببینم خطا ندارد. نه پروژه خطا نداره. فقط بریم مایگریشن هم انجام بدیم. بریم میدیم اسم آقا make migration کن. یکمی سب میکنم اگه خطا این آره ساخت. نگاه کنید migration ها رو برامون ایجاد کرد. یه کاستومر، یه پروداکت، یه اوردرم. برام برید تو اینجا نگاه کنید تو migration هامون. توی اینا دیگه نگاه کنید. اینا رو ساخت. ببینید کاستومر، پروداکت و او درپ رو برامون چیکار کرده؟ کامل ایجاد کرده. حالا می نویسم my grid. اگر خطایی نداشته باشه میگه جدول ها رو می سازه. این هم سه تا جدول پروژه. یه بار بریم اینجا ریفرش کنیم. بزن نگاه کنید. ببینیم ساخت. بله ببینید order up customer، order up order up و order up product. ما میدونید دیگه گاندش اینه که به اسم اون اپی که توشه جداول رو ایجاد میکنه برای ما اگرش. خب
این هم تنها گزینه که مونده برای هندل کردن اینها اینه که تو ویدیو بعدی بهتون میگم، چون ویدیو طولانی شد، اینه که چطوری الان این کتابخونه ها رو اضافه کنیم به جنگو. میبینی قدرت جنگو رو؟ بکنم در 20 دقیقه ما یه فروشگاه کامل رو توی جنگو به صورت کامل نوشتیم بار آمد. من ببینید، من خدا هم با دات نت کور کار کردم، هم با لاراویل کار کردم، از فیلم ببین از فیلم ورک خب دات نت کور کار کردم، لاراویل رو کار کردم، بعد خود اسپرینگ رو کار کردم. من با هیچ کدوم به این راحتی و آسونی که در جنگو میشه کار کرد نیست. ببینید در کسی از 20 دقیقه تونستیم یه فروشگاه بزرگ رو توش بیاریم بالا.